دوستان صدامو که دارید، اگر دارید یک عدد یک تو چت باکس بزنید که من دوستان صدامو دارین. خب مرسی، ممنونم. خب در اصل تمام کلاس ها چت باکس ها میبندم، میکروفون ها میسندگی میبندم و یه 3-4 دقیقه دیگه تقریبا کلاس رو به صورت رسمی شروع میکنم، چون باید منتظر اون دوستانی که نیومدن اضافه شن بکنم.
خب، به نام خدا. با عرض سلام مجدد خدمت دوستان عزیز، با موضوع برندسازی و انواع روش های برندسازی در خدمتتون هستیم. اول تعریف برند چیه؟ اصلا برندسازی چرا مهمه و چرا اینقدر تو تجارت این روزها بهش توجه میکنن؟ ببینید، یه دوره تجارت به روش سنتی انجام میشود و مطمئنن تعداد رقیب هایی که تو بازار وجود داشتن، تو بازار بودن، خیلی تعدادش کم بود و اگر کسی بود به عنوان فروشنده مثلا یک محصول خاص، شاید تون استان، حتی بعضا گاهی اوقات تون کشور همون یکی بود یا دیگه انگوش شمار بودن، تعدادشون خیلی زیاد نبود و بدون رقیب تو یک جاده هموار به تجارتشون می پرداختن و صلاح هم پولشو در می آورد. گذر زمان کم کم رقیب ها رو بیشتر کرد. این تعداد رقیب ها که بیشتر شدن باعث میشه که اونی برنده است که بشناسنش، اونی برنده است که حالا اعتبار داشته باشه، اونی برنده است که حالا جامعه هدفش فراگیرتر باشه و تعداد مشتری های بیشتری داشته باشه. حالا دیگه تا رسیدیم به جایی که الان تنها کسی برنده است، حتی برند های قدیم هنوز سر جای خودشون، حالا این چیزایی که میگم مثل برند های خاص هستن که تو دنیا معروفن و همچنان دارن کار میکنن، اما بعد از اون کسی معروفه، کسی میتونه بیاد حرفی برای گفتن داشته باشه دنیای تجارت که برند خودش رو بسازه، یعنی برند سازی کنه برای خودش. این کلمه برند شاید خیلی فکر کنم حتما باید برید جایی این کلمه برند سازی فکر کنم باید برند جایی سفارش بدن بکنه برند ما رو ثبت کن ما این برند به نام ما شناخته شده باشه. اون یه مبحث کاملا سواست، اما این چیزی که ما داریم تدریس میکنیم و معروف برند یعنی بولد شدن، یعنی شناخته شدن، یعنی به چشم اومدن، بشناسنتون همه کسایی هستن، بشناسنتون و از بین رقبایی که هستید، از بین حالا تاجران دیگه، شما رو به عنوان حالا فروشنده در نظر بگیرن که بتونن حالا محصولشون رو از شما خریداری کنن. این میشه تعریف برندسازی. ببین، برندسازی مزایای خیلی زیادی داره. حالا یه مثال هایی میزنم که برای همون قابل درک تر باشه. ببینید، قطعا اتفاق افتاده، شما دیدید طرف اومده مثلا شاید پول یه محصولی رو میده، شما تو نگاه اول حتی تو متریالی که محصول استفاده میشه با نمونه حالا تولیدی های جاهای دیگه هم که مقایسه میکنیم، ببینید مثلا پارچه همون پارچه است یا فلز همون فلزه یا چرم همون چرمه، اما حتی کاشی سرامیک همون کاشی سرامیک، میوه خشک همون میوه خشک، همشون عین همن تو نگاه اول. و حتی میایید توی چیزش هم نگاه میندازی میبینید علاوه بر این که قیافتا شبیه همان، از اون مواد تشکیل دهنده شون هم عین همه، ولی یکی قیمتش خیلی قیمت مشخص، قیمت خوب، اما یکی میدید چند برابر قبلی قیمت داره. علتش هم میپرسید چرا اینو خریدی، میتونستی نمونه ارزون ترش رو بخریدی، میگه نه این برنده، این معروفه، این میشناسه. به این برندسازی اگر درست شکل بگی، درست انجام بشه و به سمت حالا کار
دارن سازی حرفه‌ای پیش برید تو تجارتتون، مطمئنا نه تنها اعتبار براتون میاره، نه تنها برای شما اعتماد میاره، بعد از گذر زمان یک اعتبار مالی روی محصولتون هم میاره که چون این برند حالا داره اینو میفروشه، این برند محصولش اینه، قیمتش هم قیمت متفاوتی میتونه باشه. نمونه های زیادی هست، قابل مثال هم نیست. این مثال رو دم دستی باید موبایلاتون میزنم، الان اگر ازتون ببرسید گوشیتون چیه، مثلا یه گوشی من حالا اپل، آیفون، گوشی سامسونگ، یه گوشی چینی، حالا شیائومیه، یه چیزیه، بعد اینا هر کدومشون زیر شاخه هاشون شاید چند مدل گوشی وجود داشته باشه، اما هیچ وقت شما زیر شاخه ها رو نمیگید و فقط اسم برند رو میگید، میگید من این طرفدار های آیفون مشخصا، طرفدار های برند اپل مشخصا، طرفدار های گوشی سامسونگ مشخصا، طرفدار های گوشی فلان، به اسم اون برند مهم، حالا مدل های زیرش به خاطر اون برندی که خود سامسونگ داشته یا آیفون داشته، تقریبا میشه گفت دارن به خاطر اون برندسازی سامسونگ طرفدار پولش میگیره، شاید 100 مدل گوشی بزنه اما چون اون برند خورده روش میگه خب سامسونگ، یا اون که مثلا آیفونه یا مثلا این شیائومیه، دیگه به اون زیر شاخهای زیاد کاری ندارن. مزایای برندسازی اسمنگ بابی، ببینید چرا برندینگ، اصلا چرا باید برندسازی انجام بدیم؟ من اینکه قرار یه تجارتی رو شروع کنم، حالا گزینه چهارم شهرت جهانیش، اعتبار بیشتر نزد مشتری، افزایش مشتری، افزایش فروش و شهرت جهانی. این شهرت جهانی یه بحثی بسیار بسیار بحث شیرینی، بسیار بسیار خروجی خیلی خوبی داره ایشالله تو بحث شهرت جهانی. اما این سه تا گزینه اول یه چیزیه هم تو بحث داخلی هم تو بحث صادراتی خیلی تأثیر میذاره روی روند فروش شما، به این صورت که اگر شما زیاد دیده بشی، خوب دیده بشی و در دسترس باشی، در دسترس یعنی که نه اینکه مثلا در دسترس بودن تو برندسازی این نیست که مثلا همیشه جوابگو باشی، همیشه ببخشید در دسترس بودن این نیست که همیشه شما باید دم دست باشی، یعنی تلفن تو جواب بدی، به پیام ها جواب بدی، ایمیل تو جواب بدی، نه، در دسترس بودن تو برندسازی یعنی این که اگر کسی خریدار اون محصول هست، مثلا چرم، شما رو بین فروشنده های چرم ببینه، یعنی باید ببینتتون، از کجا باید متوجه شه مثلا آقای فلانی یا خانم فلانی وجود داره که کارش فروش فلان محصول، نمیشه در دسترس بودن. این در دسترس بودن یه اعتبار براتون محسوب میشه، چون شما رو به عنوان یکی از افرادی که داری محصول رو میفروشه میشناسن، و این اعتبار هرچقدر حالا زمان بذارید روش، بحث پرسونال برندینگتون خوب کار کنید، تعداد ثبت سفارش ها، تماس هایی که با شما گرفته میشه بعد از گذر زمان، افزایش مشتری که برای شما داره، بتونید با این دو تا گزینه اول خوب پیش برید تو بحث اعتباری که کسب کردید و افزایش مشتری که داشتید، مطمئن باشید اینجا افزایش فروش خیلی خوبی هم میتونید داشته باشید. بین
اعتبار بیشتر نزد مشتری و افزایش مشتری. یه گزینه تو پرانتز هم بهتون میگم که برسه به افزایش فروش، اون بحث پرسونال برندینگ شما که اینه که یه لحظه اجازه بدید من مثل کسی دوستان نمیتونن وارد کلاس شن، بذاریم ببینم جریان چیه. خب یه سری دوستان هست که نمیتونن سر لینک وارد کلاس شن. خب بین اعتبار که براتون میاره برندسازی و افزایش مشتری، یک بحث پرسونال برندینگ رو حتما رعایت بکنید که برسه به افزایش فروش. یعنی چی؟ در کنار این مبحثی که امروز داریم توضیح میدید در برندسازی در مورد کالای خودتون، یه برندسازی در مورد خودتون هم باید انجام بدین که اون افزایش فروشه 100% اتفاق بیفته. این در هر صورت من اگر شناخته بشم، محصولم محصول خوبی باشه، منو بشناسن، مطمئنن مشتری دارم و از این تعداد مشتری مطمئنن یه درصد خیلی بالا، یه درصدی به پول تبدیل میکنم، چون این برندسازی درست انجام شد و جای خوب قرار گرفتم، در دسترس هستم، جایی هستم که تو مسیر مشتری ها هستم، مشتری ها پیدا میکنن و میفروشم. تا اینجاش درست. اما یه چیز دیگه از افزایش مشتری که چه میزانی رو من میفروشم، این که من از خب ببینید، این اعتبار بیشتر نزد مشتری و افزایش مشتری بالاخره برات پول میاره. یعنی شما اگر حرفه‌ای ترین فروشنده نباشی، یه درصد از این تعداد مشتری که به سراغت میان پول میاره. افزایش فروش اونی برنده است تو تجارت که تو میزان خیلی کم، تایم خیلی کم، از تعداد مشتری هایی که به سمتش اومدن، حالا میخواد 10 نفر باشه، میخواد 10,000 نفر باشه، هیچ فرقی نداره، بنابر هر محصول متفاوت، کسی برنده است که به تعداد افرادی که بهش مراجعه میکنن درصد خیلی بالایی رو به پول تبدیل کنه. این افزایش فروش یه بحثی توش هست به نام برندسازی شخصی که من تاجر باید رعایت کنم، این نکات رو باید در نظر بگیرم، حتما مثل این نکات رو تو برخورد هام در مورد محصولم اطلاعات داشته باشم، در مورد حمل و نقل بدونم، در مورد اصلا شرایط صادرات خبر داشته باشم و اینکه صحبتی که با تیم تأمین کالا دارم انجام میدم، یعنی با تأمین کننده دارم انجام میدم، مطمئنن صحبت هایی باشه که بتونم بهترین شرایط ازشون محصول بخرم. این چون این بحث پرسونال برندینگ و برندسازی شخصی کاملا درس سواست، دارم میگم موقع اتفاق میفته دو تا گزینه اول در کنارش برندسازی شخصی باشه، 100% افزایش فروش ختم میشه. اینو حتما در نظر بگیرید. اینطوری نیست که
بگم خب من این تعداد مشتری هایی که به سراغم اومدن به پول تبدیل میکنم، من که فروش دارم، اصلا نیاز نیست فیلم بگیرم، اصلا نیاز نیست در محصولم صحبت کنم. حالا یک سر دوستان هستن که بهشون حتی میگیم عکس پروفایل تو عوض کن، میگه نیاز نمیبینم، من که دارم کارم انجام میدم، من که فروشم رو دارم. بعد میگه 2 دقیقه خودت فیلم بگیر، تایمی فیلم بگیر ارسال کن ببینم چی میگی در مورد محصولت. میگه من نمیتونم فیلم بگیرم از خودم، نمیدونم روم نمیشه صحبت کنم، نمیدونم باید چی بگم. خب ببین، قبل اینکه این اتفاق بیفته، قبل اینکه مشتری به سراغت بیاد و مشتریات بسوزونی، خب بیا روش کار کن، توضیح بده در مورد محصولت، برای خودت توضیح بده. قراره تو فیلم جای پخشه، قراره 4 نفر از مشتریات ببیننت، اون 4 تا مشتری قراره ببیننت، باید بشناسنت، ببینن اصلا تو واقعی هستی یا نه، اصلا ببینن محصولت چه فرقی با محصول دیگه داره، ببینن چرا تو میگی من هر جا سرچ میکنم، هر جا میرم میگردم برند شما رو ببینم، محصول شما رو ببینم، شما چه تفاوتی میتونی با بقیه داشته باشی. این تفاوته یه مقدار میشه برندسازی شخصی، این تفاوته باعث میشه که بیشتر ببیننت، این تفاوته باعث میشه که بهتر ببیننت، اعتبارت بره بالا. این روش حتما یه چیزی تو مذاکرات توجه میشه، جلساتی که با تامین کننده میدید بهش توجه میشه، بدونید با تامین کننده چطوری صحبت کنید. یعنی میگم بدونید که اینا که دارم چون سوال میپرسن اونم بچه‌ها، این نکته رو در تامین کننده بگم. به من بعد از یعنی اکثر اساتید، همه اساتید از جمله خودم میگیم با تامین کننده تا مشتری نداری نرو صحبت نکن. ببین اینجا یه پرانتزی باید باشه، میگیم با تامین کننده نرو صحبت نکن، در مورد تجارتت صحبت نکن، در مورد بیزینست صحبت نکن، در مورد مشتری ها صحبت نکن. چون شما هنوز مشتری نداری، تازه کارتو شروع کردی. به این واسه کسی که تازه شروع کرد، هنوز مشتری به سراغش نیومدن، هنوز زیر ساختش کامل دستش نیست، برم با تامین کننده صحبت کنم، ببین یک آدم فیک به نظر میرسم، چون نه مشتری دارم، دارم یه ادعای میکنم که هیچ دلیلی برای اثباتش ندارم. دلیل برای اثبات میشه اون پولی که من از مشتری ها گرفتم. یعنی موقعی که میخوام برم با تامین کننده صحبت کنم، وقتی پول مشتری ها، یعنی پول تو دستم هست، میرم با تامین کننده صحبت کنم، با تولید کننده صحبت کنم، بگم این مقدار از این محصول ازت میخوام به این قیمت، به این شرایط. وقتی پولم داشته باشم مطمئنا واقعی به نظر میرسم و جلسه کاملا رسمی میشه، قرارداد کاملا تجاری میشه. اما الان اگر بری باش بخوای صحبت بکنی، بخوای در مورد چه موضوعی صحبت کنی، این نکته یک خیلی مهمه. اینکه در مورد مشتری که ندارم باش صحبت کنم، در مورد حمل و نقلی که باری آماده نیست باش صحبت کنم. نه، شما قراره بری اون تأمین کننده و تولید کننده و فروشنده و توضیح کننده، هر کسی، کشاورزش، باغدارش، هر کدوم بخوایی بری صحبت کنی، اون بهت میگه این محصول چیه. ببین اون سالهای سال کارش اینه، از نزدیک دیده، فرایندش رو میدونه، میشناسه، و چون میشناسدش یه چیزایی بهت میگه که فوت کوزگریه، به دردت میخوره تو کار. همین، این مهمه. چون خیلیاتون، درصد خیلی بالایی از دوستان تابار کار فروش انجام ندادن و نمیدونن باید کسی که به سراغ من میاد من چه اطلاعاتی داشته باشم. بهترین جا، بهترین مکان اینه که بری با همچین اشخاصی صحبت کنی. خودت به عنوان یک شخص تابار کنن برای همتون اتفاق افتاده، زندگیتون خرید کردید، حالا فروشگاه های مختلف، از هایپر های مختلف، از بوتیک های مختلف، پاساژ های مختلف رفتید برای خرید. ببینید وقتی وارد یه مغازه میشی، اینکه قصد خرید داری خب مشخص، یه روز اصلا قصد خرید نداری، میری توی پاساژ، بعد توجه جلب میکنه، ویترین یک مغازه توجه تو جلب میکنه. اون برندسازی بود که اون شخص انجام داد، اومد یه ویترینی برای خودش شیک درست کرد که جذب مشتری کنه، این ویترین خوشگلش شما رو به سمت خودش بکشه. خب شما وارد مغازه‌اش میشی، اینطوری فرض کن وارد مغازه شدی، حالا یه بوی نامطبوع، صداهای ناهنجار،
یکی اون ته نشسته اصلا معلوم نیست چطوری داره جوابت میده. خب شما پاتون نذاشتی تو برمیگردی میگه هر چی بود ظاهرش بود، توش که رفتم فیک بود، خبری نبود. این فروشنده اصلا چه فروشنده؟ اون اولیه رو خوب انجام داد، تونست حالا تو مثال فیزیکی میزنم براتون، یعنی دنیای اینترنت رو میخوام بیارمش تو دنیای حقیقی مجازی و حقیقی تبدیل کنم. یه مغازه از دور توجه شما رو جلب میکنه، از هر جا میری میبینیش، میگه برم ببینم این چیه. این یعنی باید برند ساخت، باز خوش برند سازی کرد برای خودش، یعنی اعتبار کسب کرد برای خودش، ببخشید افزایش مشتری برای خودش داد و زیاد دیده شدن باعث میشه که تعداد مشتری که به سراغش میرن بیشتر. شاید 100 نفری که ویترین خوشگل ببینن عین 100 نفر وارد مغازه شن، حالا هر چی میتونه باشه، اما همین که پاشون رو گذاشتن داخل، یه سری ها به خاطر برخورد بعد، یه سری به خاطر بوی نامطلوب خورد، یه سری به خاطر صداهای ناهنجار، واسه همتون اتفاق افتاد. اوقات وارد یه سری فروشگاه میشه، یه صداهای موزیک پخش میشه که اصلا صدا به صدا نمیرسه. خب من خودم به شخص وارد فروشگاه ها نمیشم، اگر قرار موسیقی پخش بشه با صداش خیلی آروم باشه. خب این اتیکر انجام نمیده. خب اینجا غربال میشه برای خود فروشنده. به چه صورت؟ اینکه این تعداد افرادی که وارد مغازش شدن صد چون زیاد دیده شد، خیلی آمدن تو مغازش، یه درصدی خلاصه میخرن، اما یه درصدی که خلاصه خریدن برای بار دوم خیلی ریزش میکنه که بیاد یه بار دیگه ازت بخره. اون طرف اونجا میگذشت مجبور بود این محصولی که تو داشتی قیمتش بود، کیفیتش بود، یا هرچی، اون ازت خریدار رفته. میشه شمایی که میگی من مشتری دارم بس بقیه کاراش دیگه کارم، انقدر مشتریم زیاده بالاخره همه میخرن. درسته بار اولو میخرن، بارهای بعدی دفعات دیگه هم بعد از شما خرید انجام بدن. و این فروشنده بعد از اینکه کلی مشتری به سراغش اومدن، یه درصد خیلی بالایی که نمیرن وارد مغازش نمیشن، یه درصدی که وارد مغازش شدن خرید شاید انجام بدن، شاید انجام ندن. اونهایی که انجام ندادن که دیگه سراغش بر نمیگردن، اونایی که انجام دادن مگر باز به سراغش بیان که شرایط بهتری خرید کنه، یعنی اگر این سری قیمت خوب بود سری بعد قیمت در سری اول هم کمتر بشه. این میشه خروجی کاملا منفی و برند ساختی برای خودت، همه دیدنت، همه شناختنت، اما نمیتونی چطوری باید برخورد کنی تو برندسازی شخصی گیری. هرچی هم بهت میگن این کارها رو انجام بده نمیدی، میگه من خودم این کارم و اگر این کار باشه من روم نمیشه. خب ببین روت نمیشه اگر این کار رو انجام ندی، فردایی که مشتری اومد به سراغت که همش ضرر برای خودته. ما این کاموزش رو داریم میدیم، ما شرایطی که فراهم کردی برای شما داریم انجام میدیم قرار این اتفاق ها بیفته، مشتری به سراغت بیاد. اما اگر یه روز دیگه اون پرسونال برندینگ و برندسازی شخصی درست انجام نشه، اون مشتری دیگه یه بار هم که اومده خرید کرده که پشت سرش هم نگاه نمی کنه. پس این نکته خیلی 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 مهمیه، بدونی چی بگی. و یکی از شرط هایی که بدونی باید به مشتری چی بگی، به تامین کننده چی بگی، به حمل و نقل چه چیزی بگی، اینه که بشناسی خودت و محصولت رو بشناسی، همین موضوع داشته باشی برای صحبت. اینا یه چیز زنجیروار به هم دیگه مربوط، نمیتونی یه دیگه پازل رو نمیتونی ورش داری و وسط دیگه من این مدلی دوست دارم. این که شما میگی من این مدلی دوست دارم خروجی نداره، جواب نمیگیری. شاید روی چند ده هزار نفر این آزمایش ها انجام شد، این روند پیش رفت، مطالعات شکل گرفت، به اینجا رسید و به این خطی که ما میگیم، به این راهی که ما میگیم خروجیش خوبه، این راهی که ما میگیم به پول میرسی. خب شما وسط راه میای ساز خودت رو میزنی، من از این راه هم میخوام برم، برو امتحان کن، بعد دودش به چش خودت. این راهی که هزاران نفر رفتن و جواب گرفتن، چرا نمیخوای امتحان کنی؟ یعنی چرا نمیخوای طی کنی مسیر رو؟ چون خیلی دوستان با تجربه خودشون خوشن و دنیای خودشون، تجربات خودشون رو کسب کنن. اسلاید بعدی
در مورد حالا روش های برندسازی که تا به حال انجام می شود، روش هایی که تأثیر صحبتی اجازه بدید بزیدم اسلاید بعدی رو بیارم. ببینید من یک توضیحی یه چیزی بابت اما برندسازی های نکته خیلی خوبم بهتون بگم، این هم توجه کنید. به یه سری سنتی بود، تبلیغات تلویزیون بود، تبلیغات محیطی بود، تو روزنامه ها بود، آگهی سبس میکردن، رادیو، همه اینها خروجیش میشد مشتری. ببین اگر این رو ترکیب کنید با هم چقدر خوبه. حتما در نظر بگیرید تو برندسازی خودتون، نمیگم روز اولی که قراره این کار رو شروع کنی حتما باری بیلبورد وسط شهر بگیر، نه، نمیگم به پول بده برو رادیو تلویزیون تبلیغ کن، نه، اما یه چیز رو باید انجام بدین همتون، هزینه ای هم نداره، کارت ویزیت. یعنی چیزی که باید داشته باشی یک نفر، یک شخص به عنوان تاجر، کارت ویزیت 100%، هزینه ای هم نداره. میدی چاپ میکنم با برات، لوگو بود که مشخصه، محصولت که مشخصه، شخصیتت که معلومه، برندت که معلومه، سایتت که معلومه، اینها رو در اگر جایی رفتی، حالا رفتی مهمونی دعوت شدی، جلسه ای هستی، با تعمیر کننده صحبت کردی، با مشتری قرار گذاشتی، نمیتونی تو کیفت بگردی دنبال خودکار کاغذ شما تو بنویسی یا شماره تون رو بدین من به تو پیام بدم، کارت ویزیت رو باید بدی بهش. این همون پرسونال برندینگ، همون برندسازی شخصیه که انجام دادم. ببین بعد کارت ویزیت رو خواهشن، چون بعضی دوستان چون صحبت که میکنی میفرستن نمونه هاشو، خواهشن رو کارت ویزیتتون عکس خودتون رو نذارید. یعنی این دیگه یه چیز خیلی بدیه. من دیدم طرف مثلا تو زمینه حالا گیاهان نظر میخوام تو زمینه گیاهان دارویی مثلا فعالیت میکنه، عکس خودش زده روش، یا تو زمینه مثلا کاشی سرامیک عکس خودش زده روش. خب این عکس تو بزنی نمیدونم خروج پروفایل واتساپت نیست عکس تو میذاری روش. این کارو اصلا انجام ندید، تبلیغات خودت نمیخوای بشه. تو قراره اینو بری با یه تعمیر کننده صحبت کردی، با یه مشتری که صحبت کردی، اصلا هر جایی رفتی اینو بدی که بشناسن این کارت ویزیته. از بین تمام این روش های برندسازی که تو جهان انجام میشه، انجام شد و همچنان داره انجام میشه، این شرکت های بزرگ برندسازی انجام دادن، سنتی کار کردن، سالهای سال تلاش کردن به اینجا رسیدن، اینا باید بیان تو تبلیغات تلویزیونی شرکت کنن، باید تو تبلیغات محیطی شرکت کنن، چون اونی که زیاد تو چش نباشه بعد از گذر زمان از دیده بیفته مطمئن باشه از دل هم میره، کم کم کسی دیگه جاشو میگیره. اونا برای اون تبلیغ میکنن که موندگار بشه، موندگاریشون حفظ بشه، نه که فکر کنید دارن تبلیغ میکنن خودشون بیشتر بشناسونن، نه، چون ما انسان ها تقریبا کنم مطمئنن همه عادت کردیم یه چی تو زیاد میبینیم حواسون بهش هست، میبینیمش، تبلیغات فلان تو بزرگ راه، تو تلویزیون، تو آزاد راه تبلیغات رو داریم میبینیم، بیلبورد های مختلف، تو زمین ناخودآگاهمون تأثیر میذاره و بهش اصلا توجهی هم شاید نکنیم، اما این همیشه هست. بعد برای فروشگاه که میرسیم همون تو ذهنمون هست میخریم. خب حالا اون تبلیغ انجام نشه، دیده نشه، شما وارد فروشگاه که میشی دنبال یه چیزی میگردی به قیمت تر، دنبال یه چیزی میگردی حالا از قبل حالا شناخت نسبت بهش هم نداشته باشی، شکلش قشنگه، رنگش قشنگه، اونو میخری. اما سرابون اولیه که سالهای سال بهش تبلیغ میکرد نمیری. چرا؟ چون دیگه نمیبینیش، نه تو تلویزیون پخش میشه، نه تو رادیو هست، نه تراکت میبینی، نه بیلبورد میبینی، چون زیاد نمیبینیش کم کم افت میکنه. این کاریه که برندهای بزرگ از انواع لبنیات گرفته، حالا انواع فروشگاه های مختلف که در تلویزیون تبلیغ میشه یا بیلبورد های سطح شهر که میبینید، این برای یعنی تبلیغشون به خاطر اینه، اگر زیاد این روند رو حفظ نکنند
ضرر میکنن و زود جایگزین پیدا میشه براشون، خیلی زود. شاید رو حجم فروششون رو اولین سال یا سال دوم زیاد تأثیر نداشته باشه، اما اگر بذاره کنار کاملا محو میشه. مثال اشیمشی رو شاید هم ازتون شنیده باشید که اومد گفت بعد اینکه اوکی شد زیاد تبلیغات خودش کار نکرد، یا پفک نمکی هم یه دوره خیلی کار میکرد یه دوره کار نکرد، الان دوباره اومد شروع کرد. یا برندهای بزرگی هستن، برند لوسی بود اینقدر زیاد شد خوب فروشش، الان هم بری هست تو مغازه ها، توی فروشگاه ها که بری هست، اما رو استن شاید تبلیغاتش باشه، رو استن ده مدل پاپک باشه مثلا لوسی هم باشه، اما ناخودآگاه میری سراغ مثلا چیتوس، مثلا مزمز. چرا؟ خودت هم نمیدونی، چون زیاد دیده شدن تاثیر بود. بس اون روندی که تلویزیون داره تبلیغ میشه، رادیو تبلیغ میشه، به خاطر اینه، موندگاریه. حالا تو استر اینترنت مطمئنا همین کارهایی که دارید انجام میدید، تو بحث تولید محتواهایی که دارید انجام میدید و زیاد دیده شدنه براتون میاد بالا، خوب دیده شدنه براتون میاد بالا، استفاده کنید. میگم توضیح اولی هم این بود، چون میبینم تعداد بچه‌ها داره زیاد میشه، تبلیغات محیطی نمیتونی انجام بدی، زوده، منم میگم انجام نده، تلویزیون نمیتونی انجام نده، روزنامه نمیتونی اصلا مهم. اما کارت ویزیت تو برای خودت حتما بزن، هزینه ای نداره برات و این مطمئنن به میزان سرمایه‌ای که داری میذاری، به میزان وقت و انرژی که داری میذاری، یعنی خروجی که داره خیلی خوب. حالا چیز فکر نکنم شما حالا سرمایه‌ای که گذاشتی، وقت و انرژی که باید بذاری در کنارش چاپه کارت ویزیت خیلی سخت باشه. برندسازی چه میزان سرمایه میخواد، چه میزان وقت میخواد، چه میزان انرژی میخواد. سرمایه متفاوت به هر محصول، نه تنها متفاوت، به هر جامعه هدف متفاوت. ببین توی مسابقه، حالا چی بگم، جامعه دانی توی مسابقات ماراتون سالانه برگزار میشه، چند کیلومتر میدان برای شروع اگر توجه بکنید، مثلا ماراتون که برگزار میشه، این فیلم برداری که بالا حالا از هلی شات ها فیلم میگیرن، از هلیکوپتر ها فیلم میگیرن، یا از هر چیزی، از این درون هایی که اون بالا هستن، تصویر هوایی وقتی بهتون میدن، میبینی هزاران نفر این، حالا چی بگم، هزاران شخص کنار هم دیگه ایستادن، مثلا یه مثال بزنم خب درست نبود، کنار هم ایستادن اینجا خیلی قرار یک مسابقه رو شروع کنه. این چه مسابقه‌ایه؟ برای مسابقه ماراتون که برسیم به خط پایانی و همشون قرار یه سرمایه گذاری انجام بدن، همشون بالاخره برای شروع، اونایی که خیلی حرفه‌ای‌تر هستن هزینه خیلی زیادتر، همینطور لول کمتر تا میرسه به اشخاصی که همینطوری وارد شدن، یه چیزی شنیدن از دو میدانی وارد شدن. خب به این میزان سرمایه همه وارد میشن و قراره تو این تایم بردن، همشون هزاران نفر، شاید بیش از 10,000 نفر میدونن که یک مسیر طولانی با هم دیگه برن. خیلی ها اونایی که اهمین تو اصلا نمیدونن برای که وارد مسابقه شدن، یه سرمایه اولیه‌ای دادن، یه سرمایه کوچولی دادن، نمیره، گفتن شنیدیم خوبه، دوباره داریم مادر ورزش هاست، وارد شدن خوب، اومده 10 دقیقه هم ندویده، یه ساعت هم ندویده، یه ربع هم ندویده، بین راه خسته شدم دیگه ادامه نمیدم. حالا یکی بهش میگه ببین چون راهی که میخوای بری برو، میرسی، موفقی، نفس بگیر، یه کارها رو انجام بده، وسط راه باز میزنه میگه نه من نمیخوام، کنار گیری. یعنی یه تعدادی اینجوری کنار، یه تعدادی به اون مسیر نزدیک میشن و کنار گیری میکنن و یه تعداد خیلی بالای خط پایان میزنن. اما این تعداد افراد خیلی زیادی که از اون خط پایان گذشتن،
کدومش برنده است؟ حتما هیچ وقت نمیشه تو مسابقه ماراتن ها رو هیچ وقت امکانش از دو نفر، سه نفر، پنج نفر دارم. با هم از حالا از قبل چیز کنم، با هم از خط پایان رد شد. اما همیشه یه افرادی بردن، یه افرادی معروفن، یه افرادی بهترین خروجی رو گرفتن، یه افرادی اول شدن. اینا وقت گذاشتن برای خودشون، گوش دادن و حرفا، اینا انرژی گذاشتن و تمرین کردن، رسیدن به اون خط پایانه، یعنی اول شدن. یه سری ها دوم شدن، یه سری سوم، یه سری دهم، یه سری بیستم. مهم اینه از این خط گذشتن. اونی که اول شد تا دهم، اونی که حالا مثلا خیلی بیشتر باشه از اول تا صدم، اینا خوب بردن. باز اولیه خیلی بهتر، اما صدمی هم بازی درآمدی داشت، یه جایزه از یک اسپانسری گرفته. مهم این از اون خط خلط شدن. حالا خیلی تو راه میمونن و خیلی ها میگن همینطوری اومدیم ببینیم چه خبره، اونجوری که فکر میکردیم نبود و پشیمون شدیم، میدیم و انصراف میدیم، ما رو چه به دو میدانی. بحث تجارت همینه. شما شروع کردی یه بحثی و الان هزاران نفر همین الان که من شما داریم صحبت میکنیم، یعنی من دارم برای شما صحبت میکنم، شاید هزاران نفر وارد این بیزینس تجارت دارن میشن. حالا در سطح جهانی میگم، چون مثلا در سطح ایران نیست. و از این تعداد خیلی ها به خط پایان میرسن، خیلی ها نمیرسن، اصلا وسط راه پشیمون میشن. و اونهایی که به خط پایان میرسن، همیشه نمیشه 10,000 نفر به خط پایان برسن، این 10,000 نفر اول بشن. اینجا تفاوت ها از روی میزان سرمایه شروع میشه، از میزان وقت و انرژی شروع میشه. و هر کی بیشتر بده، هر کی بیشتر پول بده بیشتر آشون، هر چقدر بیشتر تلاش کنی، بیشتر وقت بذاری، مطمئنن مطمئنن موفقیت، راه راه موفقیت، به شرط اینکه بخواییم خودت. حالا ما که خب چون آخر اون چیزهایی که اسلاید هایی که رد کردم اکثر رو تو توضیحات هم گفتم. ابزارهای تبلیغاتی به نظر چون خیلی نکته مهمی این روزها، مثلا تمام مدیران استراتژیک، تمام استادها، تمام دوستان، حالا عزیزان من گفتم بهتون، دیدید خیلی هم دیدید خیلی توجه نمی کنن. اما ابزار تبلیغاتی و برندسازی این چیزاست، متن و صدا، متن، محتوایی که شما دارید میذارید، محتوایی که می‌نویسید، درهای حالا رو سایت هاتون داره بارگذاری میشه، این میشه متن. حالا متن و صدا رو با هم گذاشته، این دور محتوا داره شما انجام میدی، تبلیغات برای شما انجام میشه. و نکته خیلی مهم این روزها سوشال مدیا ها رو اگر توجه بکنید، چون تبلیغات به سمتی رفته بدنسازی، ببینید رفته به سمت ویدیو، یعنی تولید محتوای ویدئویی بیشترین بازخورد رو داره، تا حدی که داده تمام سلبریتی‌های بزرگ رو در آورده. خیلی کتابا از عکس استفاده می‌کردن، الان باختن، ضرر کردن، بعد از گذشت زمان محو میشن. چرا؟ چون باید ویدیو بسازه، باید فیلم بده، باید هزینه کنه. نمیگم برو هزینه کن، اما با تبلیغات ویدئویی میتونی بازخورد خوبی داشته باشید. شروعتونه، نمیتونید، خیلی ها ضعف دارید، مشکل دارید، راه حل رو گفتیم چه کار کنید. در مورد فیلم هایی که ویدیو هایی که تایم بشن طولانی نکنید هیچ وقت، چون تایم طولانی نداری برای بیننده حوصله سربر میشه. سعی کنید تایم کم تبلیغ خودتون رو بکنید. و مهمترین نکته که من اومدم روی نسبت بگم، خواهشن ویدیوهای خودتون رو آموزشی نگیرید، ویدیوهای فروش بگیر، ویدیو تبلیغاتی بگیر. نمونهش زیاده، تو خود کانال آراد برندینگ هست، رو سایت آراد برندینگ هست، آرادی های موفق رو ببینید، تو
تو آپارات ببینید که طرف چی میگه، ارسال بار من از اینجا به اینجا محصول فلان این میاد با این، یک فیلمه، یک فیلم فروش، یک فیلم تبلیغاتی. حالا شما بیا صحبت کن بگو مزایا یا مثلا چرب طبیعی چی، این خوبه نمیگم انجام نده، اما همه روز بخوای در مورد این صحبت بکنی، خب خروجیش برای من و شما چی میشه؟ من فقط فهمیدم چرب خوبه، خب تو که فروشنده‌ای خب بگو من میخوام بفروشم این شرایط همه، این محصولات همه، این نمونه هاشه، این باربریمه، این انبارمه، این حمل و نقلمه. خب اینا رو من بعد ازت ببینم که مجاب شم و بیام از شما خرید انجام بدم. خدا شکر امروز مشکل اینترنت نداشتیم. دقت کنید به این نکات، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. هر جلسه موفق و پیروز باشید.